شما عزیزان هستیم در ساعت پیش رو با گرمترین درودها و سلامها به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. ساعت 9:30 شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر ابری و همراه با بارش سنگین برف در واشنگتن. در این شماره از تفسیر خبر در نیمه نخست میپردازیم به مسائل کارگران ایران، وضعیت کارگران ایران در جمهوری فقیه، آنچه که در کوشک میگذرد و آنچه که در کارخانجات دیگر، کارخانجات کشور میگذرد، البرز و بقیه کارخانجات کشور، و نیز در بخش ویژه اصلویه کارگران دست از کار کشیدن. بخشی از این تأسیسات در اصلویه مشغول به کار نیست، چرا که در پی پرداخت نشدن مطالبات کارگران آنان به سر کار نرفتند. و در عرصه دیگر همزمان با اعتصاب کارگران و اعتراض آنها در شهرهای مختلف در برخی از کارخانجات ایران، معلمان در چندین استان به اعتصاب خود همچنان ادامه میده. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلو سلام به شما. درود بر شما و هم میهنانمون در هر جای جهان که هستن. آقای اوسانلو، ابتدا از کوشک میشنم که چه رویدادهای تازه‌ای هست و به کجا انجام. من با خبر شدم که در اثر اعتصاب تونستم برخی از مطالبات عقب مونده خودشونو دریافت کنم. بله، ضمن اینکه این اعتصاب یک گام به بالا برداشته به لحاظ کیفی، ضمن اینکه درخواست‌های صنفی خودشون رو داشتن، کارگرها خواهان برگرداندن 17 نفر از همکاراشون به سر کار بودن که بتونن به وسیله حضور اونها نهاد صنفی خودشون رو تشکیل بدن که کارفرما این کارگرها رو بدون هیچ دلیلی اخراج کرده. و این پنجمین روزی بود که ششم اسفند کارگران کوشک باف به اعتصاب خودشون ادامه دادن و این اهمیت داره به دلیل که کارگران نه فقط برای افزایش دستمزد و قراردادهای رسمی کار و داشتن لوازم بهداشت و ایمنی و همچنین بهره‌مند شدن از مزایای قانون کارهای سخت و زیان‌آور، بلکه برای بازگشت به کار همکارانشون این اعتصاب رو تا ششم اسفند فعلا ادامه دادن. و این مسئله اهمیت داره، چرا که علاوه بر مسئله صنفی تقریبا یک مسئله عمومی تشکیلاتی هم در این خواسته ها وجود داره و ایستادگی و اتحادشون زبان زد شده است در منطقه باف که اون اعتصاب شکوهمند 5000 نفره هم به عنوان پشتیبان خودشون دارن. اما ترجیح میدم با اجازه شما به مسئله دهم اسفند، روز بزرگ تجمع تمام معلمان ایران و تجمع اعتراضی و اعتصاب اونها بپردازیم، روزی که اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، چرا که از اول اسفند که اعتصابات و معلم‌ها در بندرعباس شروع کردند و قبل از اون در 22 استان دیگه به شکل پراکنده،
این بار با نامه‌ای که هیئت مدیره کانون صنفی معلمان نوشت و از وزارت کشور درخواست برای این تجمع با شکوه دهم اسفند ساعت 9 صبح جلوی مجلس کرد، صدها پیام از معلمان و دهها پیام از کانونهای صنفی مختلف مثل کانون صنفی کرمان و کرمانشاه و گرگان و البرز و بقیه استانها مثل استان مرکزی و کردستان این درخواست رو به رسمیت شناختن و اعلام همبستگی کردن. علاوه بر اونها پرستاران و کارگران نیز در این میدان حضور پیدا کردند و به شکل مستقیم و غیر مستقیم پشتیبانی خودشون رو از این تجمع دهم اسفند اعلام کردند. و به همین دلیل من خواهشی که دارم از شما و از گردانندگان تلویزیون ایران فردا، حتما طی این یکی دو روز باقی مونده تا دهم اسفند در هر روز بارها این تجمع دهم اسفند رو برای همه هممیهنان ما پخش بکنید که بنا به درخواست هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که نهادی کاملا صنفی که اعضای اون هنوز هم در زندان هستند مثل رسول بوداغی و آقای محمود باقری، این همیت و پشتیبانی رو ما هم داشته باشیم که اطلاع رسانی هرچه وسیع تر بشود تا یک تجمع چند ده هزار نفره رو ما در میدان بهارستان ساعت 9 صبح جلوی مجلس داشته باشیم. در بهارستان، یعنی در مجلس شورای ملی صادر. بله. بدون تردید ما همواره اخبار که تایید شده است و اخباری که بازتاب دهنده واقعیت های جاری است در ایران همیشه در اینجا بازتاب دادیم و خواهیم داد، در آینده هم چنین خواهند. معلمان در کل اون چونه که میخوان، مطالباتی که هست، شما میتونید به طور خلاصه به ما و بینندگان بگید؟ کاملا. ببینید، از اول مهر ما، قبل از اول مهر ما، دقیقا 28 شهریور که جلسه شورای مرکزی کانونهای صنفی سراسری ایران با چه مشکلات و مخالفت‌های حکومت بالاخره در یک سالونی تونست تشکیل بشه، استراتژی خودشون رو کانونهای صنفی معلمان ایران مشخص کردن که یکیش آزادی همکارانشون که در زندان هستن، آقای بوداغی، آقای باقری، آقای مهدی فراهی شاندیز از زندان ها هست. دیگر اینکه تمام قراردادهای کار به شکل رسمی باید در بیاد و حق و تدریسی و قراردادی و پیمانکاری هم نباشه. در مدارس غیر انتفاعی کلیه حق بیمه معلمان مثل بقیه جاها از تقسیم بشه بین کارفرما و کارگر که میشه معلم و صاحبان مدارس غیر انتفاعی. از همه مهمتر امنیت شغلی و آن که مطابق ماده 7 قانون کار و مطابق ماده اساسی استخدامی در رابطه با قانون استخدام کشوری تمام قراردادها رسمی باشه و موقت نباشه. و از همه مهمتر مسئله دستمزدها که معلمها، پرستارها، کارگرها، روزنامه نگاران، همه زحمت کشان حقوق بگیر در این موضوع مشترکن و شما اگه اخبار رو تعقیب کرده باشید از اول همین اسفند تا امروز مرتبا جلوی مجلس گروه های مختلف کارگران، پرستاران، معلمان به اعتراض آمدن و برای افزایش دستمزد تا سطح حداقل 3.5 میلیون تومان در ماه که خط فقری است که خود نهادهای حکومتی پذیرفتن بخششون و حقوق معلم ها اکثرا زیر 1 میلیون تومان، 30% بین 1 تا 1.5 میلیون تومان و شاید کمتر از 10% از معلمان قدیمی و مدیرها بین 1.5 میلیون تومان تا 2.5 میلیون تومان حقوق میگیرن، یعنی اکثرا زیر خط فقر هستن. استراتژی مشخص این است که به این خواسته ها دست پیدا کنند و در اون بیانیه اومده است که ما تا زمانی که به این خواسته های خود ما نرسیم دست از این اعتراضات بر نخواهیم داشت. همونطوری که در اطلاعیه نظام پرستاری که توسط آقای شریفی مقدم جلوی مجلس روز سوم اسفند خونده شد، اونجا هم پرستار اعلام کردن ما هم دست از اعتراضات خودمون بر نخواهیم داشت از این به بعد تا به تمام خواسته خودمون که کاملا شبیه به همین خواسته های آموزگاران کشور است و یکی از شاخص ترین درخواست های اونها هم این بود که این فاصله وحشتناک دستمزد
بین پرستاران و پزشکان از بین برود در بیمارستان ها و در نظام بهداشتی کشور. همینطوری که در کانون صنفی معلمان هم این بحث است که مدیران مناطق و ستادی ها برخی تا 6-7 میلیون تومان هم درآمد دارند، حالا بعضی هم که درآمدهای افسانه ای. یک موضوع مشخص هم کانون صنفی معلمان و بسیاری از معلمان ایران به خصوص معلمان بندر عباسی که از یکم تا سوم اسفند بدون هیچ اطلاعی خودشون به استقبال اعتصابات در بندر عباس رفتن، خواهان داشتن صندوق ذخیره ارزی که در اختیار هیئت امنای وزیر هست تحت نظر هیئت مدیره که توسط خود فرهنگیان و معلمان انتخاب شده است. چرا که هر ماه از حقوق معلمان این پول داره کم میشه، میلیاردها میلیارد تومان طی سالهای دهه 20 تا امروز ذخیره فرهنگیان در این صندوق هزاران میلیارد تومان شده که یکی از به اصطلاح سرمایه گذاریاش خریدن این ماشین سازی عراق بوده که ولی تا امروز هیچ بیلانی هیچ حساب کتابی به معلمان ندادن که این هزاران میلیارد تومان پولی که بی اجازه شما از فیشای شما کم شده رو ما چه کردیم. به همین دلیل هست که از 1320 میگی؟ دهه 20 1327 به بعد این صندوق ذخیره تشکیل شده. آه، یعنی ماشین سازی عراق رو با همین صندوق ذخیره قبل از کلیه سهام ماشین سازی عراق الان متعلق هستش به صندوق ذخیره فرهنگیان. این یکی شیه و ده ها مثل اینکه نمیدونن معلم ها فرهنگ و خواهان اینن که هیئت مدیره انتخابی بر این صندوق ذخیره فرهنگی خودشون داشته باشن، که مجمع عمومی داشته باشن، جلسات ماهیانه داشته باشن، مجمع عمومی سالیانه داشته باشن، اونجا گزارش کار داده بشه که ماهی 24 هزار تومن از حقوق معلم کم میشه به حساب این صندوق ذخیره فرهنگی ها ریخته میشه، چه میشود این پول؟ حداقل سالی یه بار گزارش بدن، سودش رو مشخص کنن، به سهام معلم ها که در این صندوق ذخیره است چقدر اضافه میشه. این یکی از قبل از انقلاب این سودشون پرداخت میشد به معلم ها؟ بله، قبل از انقلاب سود ماشین سازی عراق پرداخت میشد. من اینو دقیقا نمیدونم، حتما از دوستانم در کانون صنفی معلمان میپرسم و به شما جواب دقیق خواهم داد برای برنامه بعد. آقای اصانلو، اگر مسئولان همین مجلسی که در برابرش تحسن میکنن، اعتراض میکنن، یا جاهای دیگه، شخص آیت الله خامنه ای آمد و به معلمان، به کارگران آبگینه قزوین که 4 ماه حقوق نگرفتن و بقیه، بگی آقا ما تحت محاصره اقتصادی هستیم، تحت تحریم هستیم و این سختی ها رو باید شما تحمل کنید، حالا چند ماه حقوق نگرفتید به هر حال تحمل کنید و از این حرف ها. داریم با امپریالیزم و با استکبار می جنگیم و با اسرائیل رو می خواهیم نابود کنیم و وظایف دیگه ای داریم، چه خواهید گفت؟ معلم ها اتفاقا این حرف ها رو بهشون زدن. همین دیروز آقایون عبدی، بهشتی، باقانی، فلاحتی رو که از اعضای هیئت مدیره هستن، حراست وزارت کشور و حراست وزارت آموزش و پرورش جلسه تشکیل داد و عزیزان من رو اونجا برده بودن و اینها اونجا ایستادن در مقابل همین حرفایی که شما زدید از طرف حکومتی ها و گفتن راست میگید. اول تکلیف اون 700 میلیارد دلار پولی که نفت فروش رفته در این 8 سال و دزدی شده و خود آقای نوبخت از مسئولین اقتصادی دولت روحانی اعتراف میکنه که این 700 میلیارد دلار قورت دادن بیارید بالا پس بدید، 94 هزار میلیارد تومان دزدی مرتضوی و دوستانش رو در سازمان تامین اجتماعی بیارید پس بدید و صدها هزار میلیارد پول ما که در همین صندوق ذخیره فرهنگیان هست رو بیارید بالا پس بدید. پول هست، دزدان غارتش کردن، پس لازم نیست ما به خاطرش عسرت بکشیم و به خاطرش تحمل بکنیم. خود آقای خامنه‌ای که 100 میلیارد دلار به گزارش رویتر در نهادهای مختلف زیر مجموعه تو چنگ خودش داره، بیاره اینا رو بذاره تو سفره عمومی جامعه و همچنین مشتبه خامنه‌ای و بقیه خانوادش که به گزارش بانک های سوئیس که به گزارش رسمیش اومده ترجمه هم شده، من در فیسبوک خودم هم گذاشتم، شاید اینجا یه بار اشاره کردم، بیش از 16 میلیارد یورو
پول این خانواده در بانک‌های مختلف اروپایی است و همچنین سران مختلف سپاه، خانواده رفسنجانی و دیگر سردمداران این حکومت که طولانی میشه لیستشو من ارائه بدم، یه برنامه جدا میخواد، یک ساعت بشینیم دونه دونه اینا رو بگیم که آقای مصطفی دانش هم این لیست رو در برنامه‌های تلویزیونیشون مستندن اعلام کردن در تلویزیونی که من دیدم. این است که معلم‌ها چنین بهانه‌هایی رو نمیپذیرن، کارگرها نمیپذیرن، پرستارا نمیپذیرن. چرا صدها میلیارد دلار پول مردم ایران دزدی و غارت شده؟ همین دیروز پیروزم که یه چمدون ارز دوباره داشت خارج میشد که یکیشو حالا پور محمدی و دیگران جلوشو گرفتن و گزارش بانک مرکزی است که بیشتر همین 700 میلیون دلاری هم که ماهیانه اینا برای فروش نفت دارن میگیرن با چه سرعتی از کشور در حال خارج شدن است. دو مسئله اساسی، پول با سرعت از کشور ما داره خارج میشه، مغزها هم با سرعت دارن خارج میشن. این یعنی فروپاشی و پوک شدن این نظام که خود کسایی که پول مردم تو مشتشونه این پولو دارن میدوزن خارج میکنن، در داخل سرمایه‌گذاری نمیکنن، یعنی اطمینانی به آینده حکومت جمهوری اسلامی ندارن. و تجمع ده اسفند و بعدش 17 اسفند در رابطه با روز زن و 26 اسفند چهارشنبه سوری و مسائلی که در نوروز خواهیم داشت و اول ماه می 1394، بسیار این موج افتادن و ذلیل شدن این حکومت رو آشکارتر خواهد کرد. چرا که ترس و یأس داره از بین میره. همین دیروز بیش از 3000 نفر جلوی دادگاه انقلاب اومدن برای آزادی آقای طاهری، درگیر شدن، 70 نفر دستگیر شدن، فیلماش اومده دیده شده، چندین هزار نفر رفتن دوباره در شهرک غرب به بهانه فوت آقای خواهر آقای خاتمی شعارهای آزادی امیر حسین موسوی، شعارهای آزادی خواهانه رو فریاد زدن، پر نیروی انتظامی بود ولی جرأت نکردن با مردم درگیر بشن. صدها نفر دوباره جلوی کانون وکلا همراه خانم ستوده بودن. بخشی از کسایی که درگیر شدن در خیابون معلم جلوی دادگاه انقلاب اومدن اونجا پیوستن به معترضینی که به مناسبت روز کانون حقوق بشر اومده، کانون وکلا اومده بودن جلوی کانون وکلا همراه خانم ستوده. یعنی امروز علاوه بر اعتصابات دامنه دار کارگری و کارمندی و معلم ها و پرستار ها، میبینیم که جنبش های اجتماعی هم چندین هزار نفره دیگه دارن به خیابان ها و میدون ها میان و خواستای خودشون رو مطرح میکنن و به طرف اتحاد و تشکیلاتی شدن این جنبش ها با کمک این رسانه ها پیش خواهیم رفت. آقای اوساندوی عزیز، یک دقیقه وقت داریم، اگر بخوام بگین در آستانه نوروز امسال با زمان سال گذشته در همین وقت وضعیت کارگران ایران در مجموع بهتر شده یا نه، همونطور هست یا بدتر، چه خواهد؟ خیلی خیلی بدتر شده، چرا که دزدان سرمایه های عمومی به قول خودشون بیت المال آنچنان غارتی از صندوق های مختلف عمومی کشور کردن که الان کارگرها ماها حقوق نمیتونن در خیلی از جاها بگیرن و به همین دلیل که شرایطشون بدتر شده ما میبینیم که دامنه اعتراضات و اعتصابات و شجاعت ها و غلبه بر ترس و یأس افزایش پیدا کرده. و خیلی کوتاه آخرین خبرهای مربوط به کارگران زندانی رو از شما میشنویم. حتما، کماکان آقای رضا شهابی که به دلیل جراحی که کردن و بیرون اومدن در منزلشون به سر میبرن ولی هیچ حقوقی بهش نمیدن و برش نگردوندن سر کار، تحت نظر و کنترل شدیده که حتی اگر یه مصاحبه بکنه دوباره برش گردوندن زندان با این دست و پای فلج شده و گرفتار. کماکان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، مهدی فرایشاندیز، سعید ماسوری، صالح کوهندل، همینطور دوستان ما در زندانن. جدیدن هم که شنیدید آقای پدر خانم میترا پورشجری، آقای پورشجری محمد رضا هم سکته قلبی کرده در بیمارستان. ایشون هم یک کارگر به اصطلاح بخش رسانه ایست و الان به بیمارستان مجبور شدن ببرنش. و اعتراضات این کارگران در خارج از زندان، در داخل زندان هم به شکل ایستادگی ها، دادن بیانیه های شجاعانه و حمایت از کارزار تلاش کماکان ادامه داره در داخل زندان. میبینیم حتی دختران کارگران مثل آتنا فرقدانی جانش و کف دستش گرفته و دچار حمله قلبی شده دیروز به خاطر ادامه اعتصاب
نزدیک به 20 چند روزشه و این مقاومت های درون زندان کم کم از کارگرها، معلمها، روزنامه نگارها گذشته و حالا جوانان ما در زندان ها دارن این مقاومت ها رو میکنن. مسعود باستانی هم که همینجور در زندان رجای شهر بود، اون یک خبرنگار که کارگر هم بود، مزد میگرفت کار میکرد، به بیمارستان منتقل شده چون ایشون هم دچار حمله قلبی شده. گویا این پارازیت های سالن 12، دور سالن 12 رجای شهر داره تمام عزیزان ما رو در زندان ها بیماری سخت وحشتناک سر و قش و بیماری های قلبی میده، همونطوری که افشین برادر من در همون سالن کشته شد اما سر آرمان های خودش ایستاد. بله، باعث تأسف هست. آستانه نوروز، نوروزی که در راه است، چون این وضعیت همچنان در ایران حاکم هست و در زندان‌های جمهوری فقیه. سپاسگزارم آقای استانلوی عزیز. بدرود تا روزهای دیگر. ممنونم. خداحافظ. پی می‌گیریم. تفسیر خبر رو با این امید که روزی نه چندان دور کارگران ایران، معلمان ایران، روزنامه‌نگاران ایران و همه اصناف ایران برخوردار از آزادی ها و شرایط مطلوب و شایسته خود باشند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستن در ادامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا آقای فرد صابری، تحلیلگر سیاسی استکهلم، سوئد. سلام. سلام جناب چرنگی، خدمت شما، همکاران شما و بینندگان و شنوندگان شما. آقای صابری، مثل اینکه شما از هوای بهاری برخوردار هستین در استکهلم و اینجا در برف سنگین ما به سر میبرید. امسال هوا بسیار عالی بوده توی استقلال، که البته ما اینجا توی استقلال هستم، تو سوئد به هوای بسیار خوبی بوده، البته سرد شد، گرم شد، ولی تو این چند روز گذشته بسیار هوا بهاری است، یعنی بهار واقعی رو بعد از چند سال ما دیدیم تو این ماه در استقلال. یعنی الان شما اونجا هوا همین الان امروز به هوای بهاری دارید و ما اینجا برف سنگی. بله کاملا درسته. امروز هوا آفتابی، از صبح که بلند شدیم هوا آفتابی خوب، ولی خوب هوا سرد در چرنگی، ولی روی 5 درجه است، 5 درجه به اضافه البته سانتیگراد، به بسیار هوا خوب. خوب، این برخی از کشورهای اروپایی، البته سوئد اسمی ازش در میون نیست و همینطور در این ور جهان، در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بانک هایی هست که در هوای بهاری، زمستان، تابستان فرق چندانی نمی کنه، درهای گشوده ای دارن به سوی پول هایی که از کشورهایی مثل ایران میاد بدون حساب و کتاب. شما یه ور قضیه اینه که این پول ها در ایران اف و میل میشه به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی. آقای اسحاق جهانگیری میگه در از 7 ماه 22 میلیارد دلار از کشور خارج شده. خب کی مسئول بوده؟ ولی از طرف دیگه کشورهای دموکراتیک برخوردار از دموکراسی حساب کتابی وجود نداره که بگن آقای پول از کجا میاد، چه جوری، از چی نیست. شما میخواین برین یه حساب باز کنید در بانکهای اروپایی، کلی در سر است. بفرمایید جناب چرنگی، کاملا درست میفرمایید شما. اینجا میدونید که طبق مرسوم، البته الان یه سالی تقریبا تو سوئد اینجوری، شما 10,000 کرون، یعنی یه چیزی بوده 1,200 دلار بیشتر بخواید ببرید تو بانک بذاری، یه کاغذی جلوتون میذارم پر میکنید که شما پول از کجا بود. صحبت هایی که آقایون خودشون عنوان میکنن در داخل ایران، مسئول قوه قضاییه اعلام کرده که 650 هزار میلیارد تومان از دست رفته، یعنی پولا رو خوردن، به پولا ناپدید شده. چند روز پیش هم که خودتون در جرایت دیدین که نوشتن که
دولت ایران پولشویی میکرده در آفریقای جنوبی و از اونجا کاراش انجام میداده، بیشتر کارهای اتمیش رو سعی میکرده از اون ور پرداخت بکنه اینا. و این چیز تازه نیست، ما بارها به کشورهای متفاوت گوشزد شدیم این مسئله رو، ولی متاسفانه کشورهای مختلف چون رقم بالاست و اینا منافع خودشون رو میبینن و اینا رو متاسفانه را میدن و با این پولها میان تو این کشورها. همین شیوه رو اگه شما نگاه بکنین در زمانهای گذشته، محمد قذافی در کشورهای مختلف پول میذاشت و این پولا رو اونجا انبار میکرد. آخرش پولا کجا رفت؟ آخرش معلوم نیست که بعد از محمد قذافی این پولا به کجا رفت. از جمله فقط 17 میلیارد تو کشور کوچیکی به نام سوئد داشته ایشون فقط. حالا حساب بکنیم که در انگلیس و کشورهای دیگه چقدر داشته. دقیقا همون کاری است که جمهوری اسلامی به ایادیش و آقازاده هاشون داره در کشورهای مختلف میکنن، در بانک های مختلف میکنن و این پولا رو به نام افراد متفاوت میبرن در جاهای مختلف میذارن، را روی سهام و یا روی خونه و مسکن و زمین و این چیزا سرمایه گذاری میکنن. متاسفانه کسی اصلا جلوی اینا رو هم نمیگیره. ما بارها گوشزد شدیم به کشورهای به اتحادیه اروپا، به کشوری که خودم هستم، بارها گفتم آقا پولی که میاد باید این پول دونسته باشین از کجا میاد. نمیتونه یکی که یک کشور خالی بکنه بیاره در کشور شما اینا. خیلی خوب، پول تو کشور شما اومده، اون میتونه از این پول استفاده های متفاوت بکنه اینا. این هستش که اینا میگن خوب ما یه ارگان هایی داریم که میتونیم کنترل بکنیم، ولی ما تا الان به صورت واضح کنترلی در اتحادیه اروپا لااقل ندیدیم، در آلمان، در انگلیس، در سوئد، در تمام کشورهای اتحادیه اروپا. البته از جمله آمریکا هم همچنین است جناب چالنگی. شما نگاه بکنید تمام این آقازاده ها در کالیفرنیای جنوبی، در جاهای مختلف آمریکا و کانادا پولا رو بردن گذاشتن اینا و اینا هیچ حسابی، هیچ چیزی رو دولت های اونجا متاسفانه گوشزد نمی کنن اینا. و اینا همینجوری داره ادامه میدن. تقریبا اینا ایران رو خالی کردن و این پولا رو همه رو برداشتن قبلا به لبنان و فلسطین و سوریه و اینا که یه قسمتی میدن، یه قسمتش هم خودشون به حال با این کارا میارن تو کشورهای متفاوت میذارن. یکی آخرش هم کشورهای متفاوتی که میذارن همون کشور آخرش میخوره، آخرش هم که هیچ جا هیچی بهشون نمیرسه. این متاسفانه مشکل اساسی و موضوعی است که ما داریم. آیت الله خمینی که بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب گفته بود ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم و بنابراین همون زمان هم تایید شد، همون زمان هم بسیاری در ستایش از این گفته های خمینی سخن گفتن، هم از روحانیون و غیر روحانیون، برجستگان کنفدراسیون دانشجوی ایران، شاعران به نام اون زمان بسیاری در ستایش آقای خمینی و این حرفشون سخن گفتن که بله برای ظاهرا الان میشه به این نتیجه رسید که این حرفشون متوجه مردم بود، یعنی اینکه کارگران، معلمان، استادان دانشگاه و بقیه که چشم به حقوق ماهانه دارن و اینها که ما برای انقلاب، برای اقتصاد انقلاب نکردیم، برای معنویات انقلاب کردیم. شما کاری به کار اقتصاد نداشتون، این مسئول روحانیت هست و روحانیت شیعه هست و همدستان کلاهی و مکلای اونها. چون این نیست؟ جناب جهانگیر ببینید وقتی که آقای خمینی اومدن تو ایران، اولین چیزی رو که اتک کردن یا فشار آوردن یا اینکه بر علیهش مبارزه کردن، در مصاحباتشون هم هست اینا، که اینها بر علیه کلن روحانیت شیعه رو بر علیه مسئله اقتصاد ایران اینها رو همه رو بسیج کرد بر علیه مسئله اقتصاد. وقتی پرسیدن ازش اقتصاد، گفت اقتصاد مال خره. این جمله معروف آقای خمینی هستش اینا. وقتی که شما اقتصاد کشور که میتونه تمام کشور رو شما میتونی بایش این ورور بکنی، میتونی بچرخونی، میتونی شکوفایی بیاری، میتونی
در چارچوب مسائل ملی کشور جلو ببریم، اینها از روز اول بر این بنا و پایه اومدن جلو. بعدش هم اون مزد از افین زدن که از اون بر کلی پولها و نمیدونم زندگی انسانهای دیگری گرفتن زیر دست خودشون. از طرف دیگه شروع شد پولهای میلیاردی رو دزدیدن که از نمونه بزرگترینشون اگه یادتون باشه خداداد اگه اشتباه نکنم بود چندین سال با برادر رفیق دوست که میلیاردها دلار دزدیدن و آوردن خارج از کشور و یک نفر کشتن. آخریش هم که همین آقای فریداد یه همچی چیزی که شمالی بود که تو ایران فرید بودیشون بله بله که کشتن شد. ایشون البته متهم به اخلال در نظم اقتصادی کشور شده بود و خیلی گزارش ها بود که ایشون سرمایه داشت به ایران رفته بود، تولید کار کرده بود و برای پوشاندن امور دیگه غارت یا هر چه که شما اسمشو گذاشتید ایشون رو سریع اعدام کردن. بله بفرمایید. بله اینه که یعنی جمهوری اسلامی اصلا دوست نداره که ببینید من فکر میکنم راحت ترین به بهترین حرف خود احمدی نژاد زد. اگه شما یادتون باشه احمدی نژاد اولین بار اومد سر کار یه دفترچی از تو جیبه چی کاغذی در آورد گفت آقا ما احتیاج به اقتصاد نداریم، اقتصاد چیزی است که دست تک تک ما هست و توی کاغذ می نویسیم و حساب و کتاب می کنیم اینا. بعد هم گفت گوجه فرنگی رو بیارین در خونه من بخرین و نمیدونم تو محله ما بخرین از این مزخرفات. خب شما حساب بکن کشوری که یک بودجه داره، یه درآمد نفتی داره، درآمدهای سرشار نفت در کشور اومده ولی معلوم نیست که پولها کجا رفته. خود آقایون امروز داره میگن که شرکت نفت پول نداره حتی سرمایه گذاری بکنه. تک تک آقایان داره میگن آقا پولا رو خوردن و رفت. خب معلومه کشور به اینجا میرسه جناب چالنگی وقتی شما مدیریت درست نداشته باشی، اقتصاد درست نداشته باشی، حساب کتاب نداشته باشی، اداره برنامه بودجه نداشته باشی، بیمت مشخص نباشه. وقتی بیمه کشور شما میدید از سعید مرتضوی، وقتی شما برنامه بودجه رو برمیدارین، اداره برنامه بودجه رو از بین میبرین، خب کشور به اینجا میرسه، به این فاجعه میرسه که امروز هستیم. خدمت شما قدم عرض کنم، چند روز پیش بود یکی از دوستان من، همکاران من، یه دوستی رو با خودش آورده بود، یه آقایی بود فکر کنم فرانسوی بود، از من پرسیدن که شما از کجا میاد؟ منم گفتم از کشور ویران. گفت ویران دیگه کجاست؟ گفتم بین افغانستان و با عراق و اون برش هم روسیه و اینا. گفت آها ایرانه، میگه منظورت ایرانه؟ گفتم نه ایران نیست، قبلان های زمان های دور اسمش بود پرشیم، 100 سال 100 و خورده سال اسمش گذاشتن ایران، 36 سال پیش تصمیم گرفتن که اسمشو بذارن به ایران. واقعا ما کشوری به نام ایران نداریم، کشوری به نام ویران داریم، یعنی ویران کردن ایران. شما هیچ چیزیش در جای خود نیست، نه محیط زیستش که دو هفته پیش با هم بحث کردیم اینجا، نه مسئله اقتصادی سر جاست، نه مسئله بهداری به زیستی سر جاست، نه مسئله راه و ترابریش سر جاست، هیچ چیز این کشور سر جای خودش نیست اینا. روحانیت آقای فرد صابری، روحانیت سر جای خودش نیست جانم، اما روحانیت شیعه اون چی؟ سر جای خودش هست یا نیست؟ اونها سر جای، تنها چیزی که آیه چالنگی سر جای خودش هست این روحانی شیعه، اونم جناحی هم. و شما میگن روحانیان اصلی، روحانیان سنتی که شما داشتی، اون روحانی ها که همه خانه نشین هم، یا کشتن یا فراری دادن. روحانیان اصلی، روحانیان اصلی وجود نداره، اینا جناحی از روحانی های تندرو شیعه هستند که در ایران سر کار هستند به امور کشور در خودشون. نه ببینید، اینی که روحانی تندرو غیر تندرو اینها، این به جای خود حالا چقدر میتونه بازتاب واقعیت باشه. اونایی که نیستن چرا ساکت هستن؟ خب ببین جناب چالنگی، در مخالفن بحثای متفاوت. ببینید شما فقط کاظمنی بروجردی رو میبینید در زندان، یه نکونام میبینم تا معدود این طرف اون طرف، ولی چرا همونایی که
تا دری به تخت خود دوباره پیداشون شد امثال آقای صانعی و بقیه آقایونی که به هر حال در همین وضعیت دستی داشتن در بنیانگذاری این داستانی که امروز شاهد هستید، آمدن و ابراز مخالفت. یعنی چرا اونو دیگه صدایی ازشون در نمیاد؟ ببینید جناب چرا یک گروه آمده و بقیه مگر وظیفه روحانیت خودشون نمیدونن همین داستان هایی که بر منبر میگن؟ بفرمایید. ببین جناب چرنگی کاملا درست میگه، یعنی اونها آقای ثانی و امثال اینا، اینا جز بنیانگذاران این رژیم، یعنی اونها جزی از همین رژیم، یعنی اونها ساختار این رژیم قبول کرد. اشاره کردم گفتم حتی ایشونی که یک زمانی اومدن یا بقیه و مخلفات ایشون و بقیه اینا که یه زمانی تا دوباره صحبت کرد، اما بقیه که نیستن، به قول شما روحانیت غیر تندرو هستن. بله، مثلا آقای کاظمی بروجردی مثالشه و خیلی مثال. همین چند روز پیش یه آقای دیگری رو که همین مؤمن بودن به اعدام محکوم کردن و خیلی هستن که ماها نمیشناسیم اینا. بخیر، ایشون آقای جعفری به خاطر مخالفتش با این داستانا نبود، این داستان ایشون هم مشغول یه کارهایی بود، کار استخاره میکرد به طور اونطور که برخی از خبرها میگفتن، پشت پرده امور دیگه ای را مثل کفبینی فالبینی استخاره اینا رو داشت. یک گزارش هم من دیدم که به طور گاهی وقتا به امور جنگیری هم برابر اعتقادات خودشون میپرد، به خاطر مخالفت با چیز نبود، نه همین آقای روحانی برای استخاره و موردی به ایشون مراجعه کرد و بقیهشون. بفرمایید. بله، من منظورم که جناب شرنگی کلیات مسئله اسلام شیعه رو شما گفتین در سیاست، یعنی دین در سیاست، گفتم هستن ایده ای که اصلا با سیاست کاری ندارن، کارشون مثل آقای بروجردی و امثال اینها کارشون اصلا با سیاست نیست و بارها هم گفتن همه که ما نمیشناسیم اینا، ولی متاسفانه از زمانی که انقلاب شد مردم یه تصویر دیگری اصلا از ملاها گرفتن، یعنی از آخوندها در داخل ایران گرفتن. در زمانهای گذشته، در زمان قبل از انقلاب، وقتی آخوندی میومد، آخوند رو همیشه به صورت مظلوم نگاه میکردن یا سعی میکردن بهش کمک بکنن، بهش احترام بذارن. اینا امروزه اصلا چنین نیستین. امروزه به خاطر اینکه اینا 36 سال اینقدر جنایت و فاجعه کردن تو کشور ما که اصلا وقتی اسم معممی میاد وسط، مردم خود به خود اصلا میگن آقا اصلا حرفش نزنیم، حتی امکان داره طرف اصلا کاری نکرده باشه، زندان بوده باشه، سالهای سال در زندان بوده، خل لباس شده، هزار تا چیزهای دیگه. اینا اصلا با این نظام از اولش چیز نبوده، موافقت نبوده، مثلا آیت الله شریعت مداری یا امثال اینها. یعنی من منظور من کلا اینه که زمانی که ملاها اومدن سر کار، اینها یه ضدیت اساسی داشتن با مسئله اقتصاد، اونم به خاطر اون مسئله پیشینه‌ای که دارن، مسئله ارباب رعیتی هستش، مسئله مالکیت خصوصی هستش. به این داستانه که شما بهتر از من بگید. به چه معنی آقای صابری؟ یعنی چی ضدیت با اقتصاد داشتن؟ اینو ضدیت به خاطر اینکه جناب چرنگی شما اگه نگاه بکنید 1342 اگه اشتباه نکنم 42 بوده، 1342 بوده که آقای خمینی اون انقلابی رو که میخواست راه بندازه به وسیله علم سرکوب شدن. اینا سر مسئله انقلاب شاه و سفید که میگفته انقلاب سفیدی که اعلام کرده بودن، اینها سر مسئله اصلی، سر مسئله زمینداری و ارباب رعیتی بود که اصل مسئلهشون بود. اینا چون زمین ها رو از اینا گرفته بودن. اینها عملا شما نگاه بکنید زمان گذاشتم، این ملاها همیشه صف وایستاده بودن در وزارت اوقاف و اونجا زمین میگرفتن به نام مسجد سازی و نمیدونم چیزهای مختلف. اینا چیزیشون رو برمی داشتن، یه قسمتش برمی داشتن، یه قسمتش رو مثلا مسجد درست میکردن، همیشه به اینا اعتراض میکردن. یعنی اینها اصلا دوست نداشتن که اقتصاد روی کاغذ به روی اساس که امروزه مدرن یا همون گذشته مدرن بوده، به هر حال اداره برنامه بودجه بوده، حسابی بوده، کتابی بوده، شما پولی میدادی، پولی میگرفتی، بیمه بوده، مالیات بوده، اصلا اینا با اینا کاری ندارن. اینا یه پولی به مردم میدن،
وی بازار رو آشفته میکنن، خودشون هم از اون تو میخورن و رهبرشون هم همین آقایان کی هستن که تو بازارن، الان اسمش یادم نیست، دو برادر هم هستن، یکیشون که مرده یکیشون زنده است، که عسکر اولادی رو میفرمایید؟ بله. اما اینایی که میگید آقای صابری به جای خود، ولی همین امروز روز آقای اتفاقا همین امروز آقای مکارم شیرازی در دیداری که حسن روحانی داشت، حجت الاسلام حسن روحانی، دکتر حجت الاسلام حسن روحانی، یا بالعکس هم میشه گفت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی داشت، آقای مکارم گفت وضعیت دولت از نظر اقتصادی بسیار خوب است. یعنی الان اینی که با اقتصاد به معنی که شما میگین، یعنی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و اینها مخالف هستن، اون یه بحث دیگه بود مربوط شد به گذشته، همچنان که در سال 1342 آقای خمینی خب با مسائل یا موضوعاتی مخالفت کرد که بسیار معتقد هستن باعث توسعه اقتصادی ایران اجتماعی شد، از جمله با حق رأی زنان مخالفت کرد و همینطور با شوراهای شهری و استانی یا محلی یا هرچی که بود مخالفت کرد. به هر حال اما یک سوال هست، الان شما همین آقایونی که به گفته شما با برنامه ریزی های اقتصادی مخالف بودند یا به شکل مدرن اقتصادی مخالف بودند، الان به خود شما اشاره کردید به پولدارهای کم رقیبی در منطقه تبدیل شده. یکی از این پولدارهای کم رقیب به نوشته فوربس، نشریه معروف اقتصادی که فهرست پولدارهای جهان را هر از چنگ‌های منتشر میکنه، یک زمانی آقای رفسنجانی هم در فهرست اسمش برده شد. پرسش اینه، پسر ایشون آقای مهدی رفسنجانی در حال محاکمه هست به دلیل اختلاس‌های مالی و مسائل دیگه‌ای که بین خود جناح هست، چرا این محاکمات علنی نیست؟ چرا جزئیات پرونده های مثل آقای بابک زنجانی و دعوان و انصاری که پشت ایشون بود برملا نمیشه؟ چرا به طور سریع آقای مهافرید اعدام میشه و آن چرا که پشت قضیه ایشون بوده برملا نمیکنه؟ چرا اون چرا که خیلی ها میگن، همین آقای محمد رضا رحیمی که به زندان رفته گفته ما رشوه دادیم به نمایندگان، اینو نمیان باز کنن؟ چرا؟ بریم جان جانی، بخاطر اینکه اینا همشون دستشون توی آخوره، یعنی همشون دزدا، به قول معروف کسی که دزدی میکنه معمولا اینها آخرش به دعواهای خودشون منجر میشه. اینجا معمولا همینجوریه، کسی که بانک میزنه، سه چهار نفر بانک میزنن، آخرش طرف خودشون رو لو میدن. اینا این دقیقا دزدی، دزدیش فرقی نمیکنه که شما بری یه بانکی رو بزنی، یه مغازه‌ای رو بزنی، یا کشور رو تاراج بکنه. اینا از روز اول انقلاب جناب چالنگی اینا همین کارو کردن. من یادم آقای نزیه که زنده بود اون زمان وزیر نفت بودن، یه مرتبه بنده ایشونی دیدم و با ایشون صحبت کردم، گفت ما از ما پرسیدن که آقا شما خب پول نفتی که میاد چیکار میخوای بکنیم، ما نتیجه گرفتیم که آقا پول نفت رو هر ماهی به یه استان بدیم و برای اون استان خرج کنیم. بعد میگه بعد از یک روز تلفنی به ما زده شد و گفته شد که آقای رفسنجانی گفتن نه، آقای خمینی گفتن که این پول بریزین تو حساب امام، یه حسابی باز کردن به این حساب بریزین تو اونا. آقای نزی گفت من مخالفت کردم، بعدش هم آقای بازرگان با من گفتن نه پول بریز، که من گفت خلاصه من استعفا دادم. یعنی صحبت های آقای نزی رو من دارم میگم، از قول ایشون دارم میگم. اینها از روز اول جناب چالنگی، یعنی دزدی ها یک سری با هم دیگه دست به دست هم دادن و یه کشوری رو جلوشون اومده با یه ذخیره ارزی پول تو کشور، پر تو کشور، و اینها اومدن به همه با هم دیگه سر این اصل دعوا کردن. میدونی حالا یکی مثل آقای رفسنجانی در رأس قدرت بود، پسراش بیشتر بردن، بعدشون که ایشون از قدرت اومدن پایین تر،
آب جنگهای دیگه اومدن سر کار، بعد اونا بردن، بعد اونا رفتن، الان کسای دیگه اومدن داره میبرن. خب اینها همه یه جایی بالاخره به یه بنبستی میرسه. وقتی آقای طیب نیا و آقایانی که مقدار سواد دارن و از اقتصاد سرشون میشه، وقتی اومدن جلو دیدن آقا کشور چیزی نمونده تو چینا که اینا بخوام باهاش صحبت بکنن. در نه ببینید آقای صابری، شما اجازه بفهمید، آقای طیب نیا، همین آقای طیب نیا که شما اشاره میکنید، ایشون همین آخرین صحبتی که نامه ای که نوشتن به رهبری، ظاهرا به رهبری جمهوری اسلامی، از نظریات اقتصادی ایشون گفتن بسیار استفاده کردن، بسیار بهرمند شدن. این بارها اینو تکرار کردن. آقای طیب نیا که شما اشاره میکنید به عنوان یک اقتصاددان، قطعا باید بدونه اگر اقتصاددان هست که به اعتبار تحصیلاتشون باید این چیزهای نخستین اقتصادی رو بدونه، اینی که بنیاد این اقتصادی قابل ترمیم نیست، چون به یک شکل ویرانه ای در اومده که دیگه خب مردم بهتر از هر کسی میبینن چه خبر هست. اینی که آقای خامنه ای هم گفته اقتصاد مقاومتی، باز آقای طیب نیا باید بدونه از همه اینا گذشته، از همه اینا گذشته. این سیاستی که همه کاسه کوزه ها رو فریاد وا اسلاما الان بلند شده، همه کاس کوزه ها بر سر احمدی نژاد داره شکسته میشه. پرسش من این هست، شما آقای فرید صابری و بقیه مسئول بودین در این 8 سال که ببینید دولت احمدی نژاد چه میکنه، یا آقای خامنه ای و بقیه همین حضراتی که الان هستن؟ آقای روحانی یا بقیه چرا خبر نداشتن که در این 8 سال چه میگذره؟ مگه دوره مسعود شورای امنیت ملی نظام نبودیشون که وقتی آمدن تازه این گاف صندوقای دولت باشن دیدن وا حیرت ها به قول علما پولی ارزی درش نیست؟ این حرفا قابل باور هست یا اینکه کاسه کوزه بر سر احمدی نژاد شکستن فقط برای این هست که ناتوانی های خود رو پوشاندن؟ و بفرمایید جناب جلنگی، هر کدام اینا که اومدن سر کار از روز اول انقلاب کاسه کوزه رو به دولت قبلی شکستن. این خانه از پایه به ایرانه جناب چلنگی. من گفتم بهتون، من آقای طیب میارم براتون مثال آوردم به خاطر اینکه یادم تحصیل کرده است، فقط مثال آوردم. یادم تحصیل کرده خودش که نمیتونه گول بزنه، اون میدونه که آخر این خط به فاجعه است، یعنی خودش داره فاجعه رو میبینه. به هر حال تحصیل کرده، اقتصاددان، یه اقتصاددان میدونه که این فاجعه است. حالا اونی که میاد جلوی تلویزیون با آقای خامنه‌ای نمیدونم فلان میگه مثلا میگه، اون سر جای خودش، من اصلا کاری به اون ندارم. من کل اقتصاد داره میگم که یه اقتصاددان میفهمه که آقا این خانه از پایه بحرانه، تو نمیتونی با این اقتصاد، اقتصاد به سیاست بستگی داره. اینا مثل دو تا، مثل یه پل میمونه، اگه دو تا با هم دیگه وصلن، شما اگه سیاست درستی نداشته باشی اقتصاد درستی نخواهی داشت، اگه اقتصاد درستی نداشته باشی سیاست درستی نخواهی داشت. اینا و به خاطر همین کشور بعد 36 سال به اینجا به این طرف رفته، یعنی فاجعه به پیش میاد، هر روزم به فاجعه اضافه تر میشه. اینا خوش قاضی زدانه کردن اینا که تا نمیتونی که سیاست رو به پیش ببری، که سیاست خوب بتونی به پیش نبری. خب وضعیت کشور همینجوری میشه. شما ببین سر مسئله اتمی هنوزم که هنوزی امنا نتونستن کنار بیان، آقای روحانی فقط شعار میدن به جای اینکه عمل بکنن شعار داره. میگن آقا ما برنامه اتمی حتما خواهیم رسید. اجازه بفرمایید، شما اشاره میکنید که ده ده از بون از پایه خراب هست. ببینید این پایه رو که دیروز و پریروز 8 ماه پیش و 10 سال پیش که نگذاشتن، که این پایه رو آقای نزیه که شما اسپردید، بله، ایشون هم در پایه گذاری این حکومت سهیم. بله من به این کار ندارم که کسانی که از قطار جمهوری اسلامی پیاده شدن یا هل داده شدن پیاده شدن یا با هر خشونت به بیرون از قطار پرد شدن
بعدها آمدن در بیرون از ایران و چه ادعاهایی کردن، این خب یه زمانی باید ثابت بشه و حقایق آشکار خواهد شد. اما آقای روانشون شاد، حتما روانشون شد، ولی آقای نظری به عنوان وزیر نفت، مسئول کانون و وکلا و بقیه، آقای مراغعی که جزء کانون و وکلا بودن، همین کانون و وکلا اعضاشون مگر بیرون ندادن برای عوام فریبی مردم؟ یعنی درست همون عکس مار که درآمدهای نفتی ایران قبل از انقلاب رو، اینقدر هست به دلار و این دلار رو تبدیل کنید به 5 تومانی، با این میشه نمیدونم 10 بار دور زمین رو 5 تومانی چید. عیانیه دارن. و این خب شما ببین تصور کسی که از اقتصاد چیزی نمیدونه برانگیخته شده. اگر فسادی به هر میزانی در نظام پیش از ایران وجود داشت، چنین تصویری برایش فساد رو صدها چندان میکنه، چون تأکید همین اعضای کانون و وکلا بر این بود که این حیف و میل میشه این درفتی روزانه ایران. خب ببینید اینا هست. وقتی که این سنگ بنا، حرف من این هست که این وسط خیر این بابا رو، محمود احمدی نژاد رو گرفتن، آیا همین هست؟ یه آدم مثل آقای بازرگان اومدش گفتش که باز روان ایشون شاد، حالا از چه که هست، آمد و گفت آقا ما برنامه برای اداره کشور نداشتیم، بعدن هم کناره گرفت. اما این وضعیتی که هست، سنگ بنا از کی گذاشته شد، چه کسانی، چه جریاناتی، و این ویرانه‌ای که شما اسمشو گذاشتید یا هر چی که هست، ویرانه اقتصادی، مصالحش از چی هست؟ ببینید جناب جرنگی، شما قشنگ اشاره کردید. ما اگه بخوایم به این مسائل اشاره بکنیم، چند ساعت‌ها بخوایم بشینیم صحبت بکنیم. مشکل اساسی اینه که زمانی که انقلاب شد با آقایون از خول حلیم افتادن تو، یعنی از کسایی که با آقای خمینی در نوفل شاتو بودن، چه کسایی که تو داخل ایران بودن، فکر کردن که کشورداری و کشور جلو بردن به همین آسونیه. بعد وقتی اومدن تو وسط میدان، از همون اول انقلاب که آقای خمینی هم قشنگ استفاده کرد از همون، از همین آقای نزی، آقای بازرگان، آقای تمام کسایی که دور برش بودن، اینا استفاده کامل از اینا کرد. وقتی آورد اینا رو وسط، بعدش هم اینا رو زد کنار و آخونده رو آورد سر کار، با تمام این مسائل که دیگه حالا به تاریخش نمیخوام برگردم، از همونجا، یعنی از همون روز اول که آقایان پا به میدان نهادن، این فاجعه شروع شد. وقتی شما ذخیره ارزی تو کشور در اون زمان به گفته خود آقایان 36 میلیارد دلار پول رو در ذخیره ارزی کشور پول بوده در صندوق کشور، 36 میلیارد پول که رفت از بین، چقدر پول هایی که در خارج از کشور داشتن به چیزهایی که دولت ایران خریده بود همه رو از دست دادن. خوب تمام اینها، من که نمیگم که آقای احمدی نژاد، تمام اینها کوچک کوچک جمع شد از همون اول. یکم آقای بازرگان اشتباه کرد، بعدش اومدن بعدی اشتباه کرد، بعد اومدن همینجوری شما بیا تا اینکه الان امروز به اینجایی. و آقای دولت آقای حسن روحانی هم خب ایشون حالا اومده دیگه ترفندی نداره بزنه، یعنی هر ترفندی میزنه مردم میخنده. یه روز میگه من بنفشم، مردم میخنده. یه روز کلیپ بلند میکنه، مردم میخندن. چون دیگه این ترفندها رو همه رو زدن، آقای خاتمی زده، نمیدونم احمدی نژاد زده، برو قبلترش آقای رفسنجانی زده، باز برو قبلترش اوایل انقلاب آقای بازرگان اینا اومدن صحبتشی کردن اینا. خب شما حساب بکنید تمام این مسائل رو هم که جمع بکنید، پایه میبینید خانه از پایه ویرانه. یعنی از همون روز اول اینا بدون حساب، بدون هیچ چیزی، وقتی شما توی کشوری وارد میشی، آقای چالنگی آدم که نمیدونه بره خونی زندگی مردم رو، بدون هیچ حسابی، بدون هیچ چیزی، فقط به خاطر اینکه طرف مثلا پزشک بوده، طرف پروفسور بوده، طرف ارتشی بوده، خونه زندگی طرف رو بگیری مصادره بکنی، بعد ببری همه رو یه جا جمع بکنی بگی مال مزدصفانه، مزدصفان که هیچی، به مزدصفان که چیزی نرسید، بعدش هم بین خودشون تقسیم بکنن. این همینجوری ادامه داشته تا 37 سالی که الان امروز من شما در با هم دیگه صحبت میکنیم.
و اینجا اینا به قول معروف کفگیر تای دیگ خورده که امروز اینا اینجوری هست. سپاس بسیار از شما آقای صابری عزیز. تشکر میکنم جناب شرنگی از شما و همکاران شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم و برف همچنان در واشنگتن میباره سنگین و سنگین. آرزوی فردای بهتر برای شما عزیزان دارم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند، سبلان، آسماری، کوساران، دراک، تفتان، اوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. We'll be right back.